سلام، امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 و من سامان خدایی با چهارمین اعلام نتایج پروژه بزرگ تیم منتخب و برترین‌های قرن ورزش ایران در استودیو طرفداری همراه شما هستم. برنامه تیم منتخب و برترین‌های قرن ورزش ایران در این هفته با محمد پنجعلی آغاز شد، که از کسانی که رأی آورده تا اینجا در نظرخواهیم و در تیم منتخب حضور داره. روز بعد منصور رشیدی رو داشتیم، پیشکسوت باشگاه تاج و درزبان سابق تیم ملی. بعد خانم گلاره ناظمی، یکی از بانوانی که در این یکی از ده بانویی که در این نظرسنجی حق رأی دارن. مهدی حدادپور، تاریخ نگار و خبرنگار ورزشی. و در روز چهارشنبه محمود کلهر، پیشکسوت استقلال و پرسپولیس. اما خب ما حاصل رأی‌گیری این هفته چی بوده؟ در ترکیبی که سمت چپ من ملاحظه می‌کنید، یک به یک پست‌ها رو می‌خونم و بازیکن‌ها کامل میشن. ناصر اجازی کماکان در درون دروازه است با 18 رأی، احمد آبدزاده 11 رأی داره، دومی دروازه‌بان ما. مهدی مهدوی‌کیا دفاع راست ما است، 23 رأی، بسیار قاطع کماکان داره ادامه میده مهدی مهدوی‌کیا. دو دفاع وسط ما، پرویز قلیچخانی 19 رأی و خب محمد پنجعلی و سجال حسینی هر دو 11 رأی. اما از روز اول چون محمد پنجعلی در ترکیب قرار گرفت و سجال حسینی این هفته رو 3-2 برده از محمد پنجعلی، این هفته سجال حسینی رو در ترکیب قرار میدیم. اما مسلما تا هفته آینده دوباره آرا تغییر میکنه، باید ببینیم چه کسی این جایگاه رو به خودش اختصاص میده. در دفاع چپ هم مجتبی محرمی، اما یک خط جلوتر در پست هافک دفاعی کریم باقری 20 رأی داره، جواد نکونام 8 رأی، نزدیکترین تعقیب کننده. در پست هافک راست علی پروین 15 رأی، مجید نامجو مطلق 7 رأی، که علی پروین در ترکیب قرار میگیره. پست هافک چپ یا هوش چپ ما حسن روشن 12 رأی و مرحوم ایرج دانایی فرد 4 رأی. و هافک هجومی ما هم که کماکان علی کریمی با 22 رأی بسیار قاطع اونجا ایستاده. دو مهاجم ما، یکشون که تکلیفش مشخصه، هر 30 شرکت کننده در نظرخواهی به علی دایی رأی دادن، علی دایی 30 رأی داره و خداداد عزیزی 11 رأی. اما این خبر رو بدم که ناصر محمدخانی بسیار نزدیک شده به خداداد عزیزی، 10 رأی داره. ببینیم تا اعلام نتایج بعدی ناصر محمدخانی میتونه جای خداداد عزیزی رو بگیره یا خیر. یک توقف کوتاه میکنیم و برمیگردیم با قسمت برترین بازیکنان و برترین مربی و برترین تیم و برترین داور و برترین ورزشکار. برترین فوتبالیست های قرن ما، هنوز علی دایی با 58 امتیاز صدرنشین است، پرویز قلیچخانی 28 امتیاز و علی پروین 23 امتیاز، علی کریمی با 21 امتیاز و ناصر حجازی با 17 امتیاز در رتبه 4 و 5 هستن. ببینیم میتونن به این سه نفر برسن یا نه. علی دایی که یه جورایی دست نیافتنی شده، مثل گل هایی که در تیم ملی زد. اما برترین مربیان ما، حشمت مهاجرانی 13 رأی، پرویز دهداری با 6 رأی نزدیکترین تعقیب کننده است. و مربی خارجی ما برانکو ایوانکوویچ 13 رأی، کارلوس کیروش هم 9 رأی داره. برترین داور قرن علیرضا فغانی کماکان بالا با 23 رأی و جعفر نامدار 4 رأی داره. برترین تیم ملی ما، برترین تیم ما، تیم ملی 98 و دومین تیم ما استقلال 1990 قهرمان آسیا. اما در بخش برترین ورزشکاران قرن، خب سه نفر اول دست نخورده باقی موندن ولی پشترشون رقابت خیلی نزدیک شده. جان پهلوان تختی 57 امتیاز، حمید سوریان 24 امتیاز، هادی سایی 18 امتیاز، اما محمد نصیری در تعقیب هست با 16 امتیاز و بعدم حسین رضازاده 13 امتیاز، عبدالله موحد 8 امتیاز. خب این تا اینجا حاصل محصل رأی‌گیری و این پروژه ما بوده. ما روز فردا یعنی جمعه خاطره بازی با محمد پنجعلی رو داریم و شنبه هفته آینده تیم منتخب و برترین‌های قرن ورزش ایران با یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی ایران در جام جهانی 98 شروع میشه و پیشکسوتی که با بدشانسی جام جهانی 1978 رو از دست داد. حتما این برنامه رو تماشا کنید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.